بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد از همه اولتر حضار محترم قائدین امارات اسلامی افغانستان تجاران ملی صنعتکاران و وطنداران عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جای دارد که از مسئولین و اندرکاران وزارت محترم مالیه بخصوص جناب وزیر صاحب مالیه به خاطر تدویر این مجلس پرشکوه تشکری نمایم و جای خوشحالی است که امروز از طرف امارات اسلامی افغانستان کدام جریمه ای که برای تاجرای ملی ما یا صنعتکارا وضع شده بود همه از طرف امارات اسلامی افغانستان معاف شده است. در اینجا چند چیز قابل ذکر است. درست است جریمه ها خو از طرف امارات اسلامی افغانستان به خاطر سهولت برای صنعتکاران برای تاجرای ملی معاف شده است. باید در آینده این مسئولیت اخلاقی همه ما و شماست که کدام مالیه ای که از طرف وزارت محترم مالیه وضع شده است او را به شکل شفاف و بر وقت باید تادیه شود. این باعث از این نشود که همه در برابر قانون در برابر اصول بی‌تفاوت شویم. مالیه ای که در ما ادا شود او را ما در 3 ماه هم ادا نکنیم. مالیه ای که در 3 ماه ادا شود او را در 6 ماه ادا نکنیم. به این معنا نیست. معافیت مالیه به معنای سهولت در تطبیق قانون نیست. این به خاطر سهولت برای تاجرای ملی، برای صنعتکارای محترم است. در صورتی که کسی از تطبیق قانون یا از ادای مالیه بر وقت اگر سرپیچی کند خامخوا در او صورت مطابق اصول اسلامی همراه از او برخورد صورت میگیرد. وطنداران عزیز، کدام مالیه ای که از شما اخذ میگردد یا از وطنداران ما اخذ میگردد ای برای شما واضح است که در کجا به مصرف میرسد. ای به خاطر تداوی مریضای خود ما و شما و به خاطر کفالت یتیم ها، به خاطر اجرای معاشات مامورین دولت و به خاطر اجرای یاشا و معاش کسایی که مصروف خدمات امنیتی هستند و به خاطر تداوی معتادان و امثال از اینا به همین موارد به مصرف می رسد. خودتان میفهمین که دیگر مصارف حکومت یا مصارف خدمات عامه از طرف کدام ارگان خارجی اجرا نمی شود. همه از عواید داخلی خود ما و شما تامین می گردد. تادیه مالیات به شکل شفاف و به شکل اصولی آن این ذمه‌داری و مسئولیت اسلامی هر افغان است. باید در این مورد همه ما متوجه باشیم. انشاءالله خب مسئولین امارات اسلامی افغانستان تمام سعی و تلاش خود را میکند که چه قسم میتوانیم مشکلات هایی که فرارای تجار ملی، صنعتکارای محترم و دیگر وطندارای عزیز ما قرار دارد به چه شکل او حل گردد. شک نیست که بعض همچنانی که جناب محترم ملا برادر آخون فرمودند خامخا همه مشکلات ها یک شبه حل نمی شود. بعض مشکلات ها شک نیست وجود دارد، اما به خاطر حل از او همه مسئولین انشاءالله سعی و تلاش خود انجام می دهند. چه قسم بتانیم مشکلات ها حل و همه کارهایی که برای تجارت و برای صنعت لازم است
به شکل صحیح و درست ادامه پیدا کند. زیادتر وقت شما را نمیگیرم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.